با سلام مجدد بینندای فرهیخته و گرامی، تشکر که برنامه را میبینین. بحث ما در مورد اهمیت علم بود و قسمی که شما ایزام در جریان هستین، یگانه فرق انسان با حیوان در علم و آگاهی است. در غیر از او حیوانات دیگه بسیار توانایی داره که در وجود انسان نیست. مثلا یک کس به مراتب از انسان که سریعتر دویده میتونه، یا گاو به مراتب وزن و گوشت اضافی از انسان کرده داره، و همونطور حیوانات دیگر هم که نمیخوایم نام بگیرم، توانایی زیاد در وجود. مثلا بعضی حیوانات از حس بویاییشان هزارها مرتبه نسبت به انسان قوی تر است، یا شنواییشان به می ترتیب، یعنی توانایی زیادی داره. اما چیزی که انسان برتریش در مجموع نسبت به تمام از حیوانات و موجودات دیگه بلند برده و انسان اشرف مخلوقات ساخته، او علم و آگاهی است. به می خاطر است که مولانا میگه ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی جز استخوان و ریشه ای. استخوان و ریشه و گوشت که همه گی دارن، اما تفاوت انسان ها در تفاوت اندیشه شان است. انسان آگاه، انسان دانا، انسان است که همه گی دوستش داره و همه گی مفید واقع شده. دانایی ما را به جایی میرسانه که ما به یک درخت پربار تبدیل میشیم که دیگرا از میوه و سایه ما استفاده کرده میتونه. ما رو به یک آفتاب درخشان تبدیل میکنه که بر همگی نور ما میرسه، به یک باران رحمتی تبدیل میکنه که بر همگی میتونیم بباریم. و این بسیار مهم است دوستای نازنین. علم ما رو به یک دریای روان و خروشانی تبدیل میکنه که همگی میتونه از او استفاده کنه. پرنده، درخت، انسان. در غیر از او بدون علم ما مثل آب راکتی میمانیم که گندیده و پوسیده میشیم، یا زمین جذب ما میکنه یا بخار میشیم. به می خاطر است که باز اقبال میگه که ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. کسایی که تنبلی پیشه میکنن خراب میشن. بدترین کار دنیا بیکاری است دوستای نازنین. این یکی از کارهای بسیار سالم، علم و آگاهی است. در مورد اهمیت علم خودتان بیشتر میدانین. من فقط بر شما شعری از ابن یمین میگم که بسیار خوب در مورد تقسیم بندی انسان ها به خاطر میل به آگاهی و عدم از این میل بیان کرده، که خوب است بشنیم چی گفته. آن کس که بداند و بخواهد که بداند، خود را به بلندای سعادت برساند. تقسیم بندی میکنه، میگه انسانایی که هم آگاه است هم انوزی میل آگاهی را داره، میخوای بیشتر یاد بگیره، اینا به بلندای سعادت میرسن، اینا بهترین هستن. و یکی از خصوصیات علم همیست که هر قدر بیشتر میخونی دیگه اشتیاق برش پیدا میکنی. و باز یکی از مشخصات خوب علم است که وقتی خوانده میری بیشتر پی میبری که چقدر نمیدانی. جهل سقراطی یا جهل شیری نمیره، میگن که سقراط بیان کرد گفت ما آگاه‌ترین هستم. گفت چطور؟ گفت ما از هر کس دیگه که خوبتر میفهم که چقدر نمیفهمم، چون مطالعه کرد فهمید. داری که انسان نادان فکر میکنه کل چیز میفهمه. بنان دسته اول انسان ها رو تقسیم بندی میکنم، این کسایی که هم یاد دارن هم میخواین بیشتر یاد بگیرن. آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون بجهاند. گروه دوم کسایی است که میگه توانایی داره و خودش واقف بر توانایی خود است. یک فرق انسان حیوان هم اینجاست دوستای عزیز. انسان هم آگاهی داره، حیوان هم، اما انسان خود آگاهی داره، از آگاهی خود خبر داره، اما حیوان خود آگاهی نداره. گروه دوم انسان های خودآگاه را بیان میکنه که از توانایی خود خبر است. بله من توانایی را دارم، میتونم یاد بگیرم، میتونم رشد کنم، میتونم تعالی کنم، میتونم مفید واقع شم، میتونم بر دیگران کمکم برسم. نه و سوم چی میگه؟ آن کس که بداند و نداند که بداند، با کوزه آب است ولی تشنه بماند. بعضی هاست توانایی داره اما خودشان از توانایی خود خبر ندارن. متاسفانه اینا مثل کوزه آب دارن اما تشنه هستن، خبر ندارن داخل کوزه آب است. همون خاطر گفته شده آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، چون خبر نداریم، آگاهیش نداریم. بازی ریدامه میتن؟ آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدار کنیدش که بسی خفته نماند. او کسایی که میگه توانایی داره اما خودش خبر نداره، مسئولیت دیگه ما چی است؟
خبرش کنیم برادر خواهر بیدار شو. متوجهشو داری توانایی؟ خبر نداری تو از توانایی. خداوند داده بره، ذهن خوب داده، مغز داده، توانایی داده. فقط تلاش کو، فقط حرکت کو، فقط ببین، چشم بصیرت باز کو. نکو چشم تبسته بر توانایی های میفهمین؟ خجسته روزو روزیست که ما از توانایی خود خبر میشیم. انسان بسیار توانایی داره. مولانا باز به میخواد رس میگه ای نسخه نامه الهی که توی و ای آینه جمال شاهی که توی، بیرون ز تو نیست آنچه در عالم است. از خود به طلب هر آنچه خواهی که توی. فقط بیدار شوی، فقط بر پای خود استاد شدن یاد بگیریم. پس از بار دوش کسی نباشیم، حتی بار دیگران را کش کنیم هم رایشان ببریم. هموطنهای گل نازنینه، دردی که ما شما میکشیم درد نادانی است. اگر شما شنیدین یک کشور موفق است به خاطر نفوسش موفق است، مردمش، خود مملکت که چیزی نمیکنه. اگر میخواین افغانستان موفق داشته باشین، 36 میلیون نفوس موفق کار است، 36 میلیون نفوس آگاه کار داریم. هر دردی میکشیم از جهالت است. باز وطن ما و شما بیچاره زحمت خودم کشیده، معادن داره، آب و هوای خوب داره، همه چیز داره. فقط اندیشه انسانایش کارزو دارم شروع کنیم از امروز که برنامه رو میشنویم، این تلاش کنیم. اما دور نریم ببینیم که چی میگه باقی انسانا رو چی میگه. آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. نوی دیگه انسانا رو میگه کساییست که نمیفهمه، ولی خبر دارن که نمیفهمه، قبول دارن که نمیفهمن. وقتی برش میگه برنامه معلوماتی است، میگه شکر خیر بینی مرا معرفی کرد، یعنی میشنوم، یاد میگیرم. اینام خوب هستن، مشکل خود حل میتونن، خر خود از لای کشیده میتونن، بی جهل ساده دارن، فقط اونو نادانی رو دارن و قبول میکنن، حل میکنن. و اصلا شروع زندگی از همینجا میشه که ما قبول کنیم نمیفهمیم. روز بدبخت هستیم، یه کل چیز خود میفهمم، حتی آماده پذیرش نمیشه، موضوع رو نمیگیریم. سبب میشه که ما با مشکل مواجه شویم. بنان دوست از نازنینم، میدانم شما به مراتب از مکده بیشتر میفهمین، ولی اگر وقت نیافتین که بعضی معلومات های روانشناسی رو نفهمیدین، مانده مصروف بودین درس این استفاده کنین، یا مثلا اگر خودت عالی خانم خانه هستی وقت نیافتی مکتب بخونی، امروز بگی برنامه رو یاد بگی، استفاده کن. معلومات از هر طریقی برسه خوب است. شعر در کتاب های سابق مکتب داشتیم که تک تک ساعت چی گوید، هوش دار، حرف حق از هر که باشد گوش دار. حرف حق از هر کس بود بشنوی، بگیریم. صاحب گپ مهم نیست کی است، گپ چی است. هر گپ خوبه است، به زندگی ما مفید است، به عقل ما جور میاد، بگیریم استفاده کنیم. حتی ای کلام خداوند متعال است که میگه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. می کسایی که از بندگای ما، تا دولش میگه فبشر عباد، بشارت به تو بندای ما که میگم گپا را میشنون، خوبایش پیروی میکنن. اولای کلذین اداهم الله و اولای که هم اولو الالباب. میگه او کسایی که گپا را میشنون و خوبایش میگیرن و عملی میکنن، پیروی میکنن، میگه نه هدایت یافته است. خب بیاین دیگه، اگه گپ خوب جایی میافیم بگیریم، هدایت یافته شویم. او بندای خدا شویم که بر ما بشارت داده. وای اساس اصل و مهمترین کار زندگی است که ما میل با آگاهی رو در وجود خود زنده بسازیم. این میل رو سرکوب کردن از امروز که برنامه رو میشنیم، ای 5 سال 10 سال سریال دیدم، چیزی فایده نکردم، حتی نقص کردم، گپ منفی یاد گرفتم، صحنه‌های بد و منفی دیدم، خودم، اولادم، از کار ماندم، زمان و وقت ضایع ساختم و بعد از پیش ما پرسان میشه. دوستای نازنینم، هموطنهای گرامی، زندگی توفیز که خداوند متعال بر ما داده، اما نوع زندگی کردن دوباره توفیز که ما به خداوند میبریم که خدایا از فرصتی که به نام زندگی دادی ببین چقدر خوب نقش بازی کردم. یعنی فیلم سفیدی که بر ما داد به نام زندگی چی ثبت کردیم نقش؟ نشه فیلم در دنیا بندازه ببینه چی جهالتی، چی وقت ضایع کردنی، شرمسار خود بوده. همون فیلمی که با آگاهی بوده، با تلاش بوده، با کار بوده، با شهامت بوده، با کمک به دیگرها بوده، چقدر افتخار خود بود.
و بسیار سادگی میتونیم به هدف نایل شویم. فقط یک امد، فقط از امروز شروع، گذشته گذشت، از امروز فکر کن، امروز به دنیا آمدی، امروز تولد شدی، امروز از مریخ تو را به زمین آوردن، از امروز به بعد چی میکنی؟ گذشته گذشت، افسوس و حسرت اینام که فایده نمیکنه. از امروز بعد چی میخوای؟ آیا حاضر هستیم یاد بگیریم یا نه هنوز هم میگم نه اگه پار بان هیچی گفته رایز ما هم سریال خوش داریم اگه او رقم از خود بدبختیز به نظر من بگیرین. من یک وعده کتان میکنم، شما این برنامه رو برای یک ماه بشنوید، ختم ما اگر مفید واقعی نشده بود مد تاوانتان شریک بگوین، همون سریالی که شما علاقه داشتین میخواستین ببینین یا برنامه همون رو گوش میکنم بر شما تهیه کنم. ولی اگر یاد گرفتین خانه تان آباد، مفید برتان واقع شد، فایدهش از شما. و من باور دارم که علم فایده میکنه. من بایستی که میگم گپ من نیست، کوش میکنم سخن دانشمندا، عیزا، سخن دین، معلومات برتان رای کنم و من معلوم دارست مفید واقع میشه. دوستای از نازنی فقط یک شروع، من ایس پدر مادر، من ایس کلان خانه، یک ساعت خانه رو نام شبانین پانتون صنف درسی، یک ساعت همه اعضای خانه باید درس بخونن، هر کس هر چی یاد داره، حتی نمیشه یک نفر خانه یک چیز تشریح کنه برای دیگرها، کسایی که مطالعه نمیتونن بحث و گفتگو کنین، یک ما شما میکاره بین خود کنین ببینین تغییرش. و می خاطر از جیمرون یک جمله بسیار خوب داره، میگه انسانای بزرگ کتابخانه‌ای بزرگ دارن، انسانای کوچک تلویزیونای بزرگ دارن. اگه افتخار تانی سلای دادالیز تلویزیون داشت، پس خانه تلویزیون، در سالون تلویزیون، تلویزیون های کلان کلان، از صبح تا شام برنامه تلویزیون وقت زایی کردن، بعد بخت استی، انسان کوچک استی که دور است تو با تو که تو نیستی، برنامه علمی میبینی، خانه تا با لطف میکنی، بزرگی میکنی، ولی اگه کتاب خانه بزرگ داری، اگه عشق تو کتاب است، اگه صمیمیترین دوستت کتاب است، اگه کودک تو هر طرف خانه میبینه کتاب است، تو زندگی رو بردی، هم سربلندی دنیاستی هم از اون دنیا. کودک ما از کودکی میبینه، اگه در خانه که در دلیس کتاب، در الماری کتاب، در دست پدر کتاب، دست مادر کتاب، کودک تمام مغزش با تصویر کتاب پر شده، عاشق کتاب میشه. ولی خانه را میبینه که پدر مادر سر ریموت جنگ داره که برنامه مرسی بلومه صبح کلان میشه و تو شکایت داره چرا بچه‌م درس نمیخونی؟ خانه نمیخونم، میگم خب اولاد توستم، تو تلویزیون میبینی، من درس بخونم، اخ ناخلف نیستم. حالا شعری هم که گفتن که پدرم روزه رزوان به گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. ولی میگم که ناخلف نیستم، تو تلویزیون ببینیم برون درس بخونم که امکان نداره. بعضی پدر مادر رو دیدین بخی بچین برو درس بخون، خودشان تلویزیون میبینه. نی پدر عزیزم، هر کدام موبایلم نیاز داریم. من نمیفهم، یکی از بزرگای وطن ما وقتی جان کندنش بود، حالا اسمش بیادم نیست، در برنامه بعدیت من خدمتتان ارائه میکنم اسمش، وقتی جان کندنش بود شاگردش گفت برو فلان سوال برام بیار. وقتی جان کندنش پشت سوال میره شاگردش پیش کدام دانشمند دیگه است، تا پس آمدن شاگرد زنده میمونه، با وجودی که میاد جواب به گوش میگه راحت جان به جانان میسپاره. میبینید قدرت آگاهی را در آخرین لحظه میخواد یاد بگیره و حتی منتظر سوال خود زنده میمونه. مانا نمیتونه اگه شما وظیفه گرفتین درس نخونین، نه یگانه دوستی که همه عمر به درد ما میخوره و صمیمیترین دوست است او کتاب است. و اگه هنوز امروز دوستی نکردین، از امروز بخستین کتاب ها رو ماچ کنین، پاک کنین، شروع کنین. برنامه خلاص خیر نیم ساعت شما ادامه بدین، سر از این موضوعاتی گفتیم اشتباهات من را در موردش گپ بزنین، ببینین چقدر تغییر میاد. اما باز دور رفتم از گپ، بیایم که چی گفتم. آن کس که نداند و بخواهد که بداند، جان و تن خیش را ز جهالت برهاند. کسایی است که نمیفهمه ولی میخواد بفهمه، میخواد بفهمه. انسانای دوست داشتنی که من بسیار دوستشون دارم نمیفهمن، همه میگه است کدام رایی است، کسی است مرا یاد بده، کسی است راه را برام نشان بده، کسی است سواد، کسی است کتاب، کسی است درس، کسی است معلم، کسی است برنامه خوب برام معرفی کنه. اینا انسانای بسیار دوست داشتنی هستند، اینا خود از جهالت نجات میتن. اما انسانای بد کدام هستند که دور از ما و شما باد. آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب و دو دهر بماند. ما دو نوع جهل داریم، یک جهل ساده است که ما نمیفهمیم و خبر داریم نمیفهمیم، اما جهل مرکب چی است؟ ام نمیفهمیم، ام خبر نداریم که نمیفهمیم، ادای فهم کل داریم. وقتی برش پیشنهاد میکنی بی کتاب، کتاب ها دازه در کنج جیب مسیح دانش ها، میبینید این جهل مرکب است
دو تا جهل وجودش گرفته، انسان بدبخت است. گوین از امروز یک چیز یاد بگیرین دوستای عزیز، ظرف ذهنتان خالی خالی براموزش کنین، بشنوین یک دفعه. وقتی شما یک ظرف پر کنین تا دیگاه بندازین میریزه. بعضی ها ظرف خود پر کرده به ناحق، خودش توهم گرفته، شما کل چیز میفهمم تا در گوشش میاد قبول نمیکنه، اجازه نمیده در مغزش برسه، پس انعکاس میتنه این گپا رو میگم من میفهمم. اینی جز بدبختی انسان، این جز گمراهی انسان که تصور کنه که همه چیز میفهمه که معلوم دارست نمیفهمید. حتی شما بحثا رو چوندین، میگه تمام دانایی که امروز بشر از جهان داره به اندازه یک قسمتی از پوست تربوز است، از به اندازه کل تربوز، یعنی نادانی های ما، نفهمی های ما به اندازه کل تربوز است و تا بال هر چی که بشر دانسته به اندازه کم است. بنان هنوز باید ما تلاش بیشتر کنیم. یک مصری آخرام یک مقدار تند است، اما حالی که در شعر بوده باید خدمتتان بگویم. آن کس که نداند و نخواهد که بداند، عیف است چنین جانور زنده بماند. آن کس که نداند و نخواهد که بداند، عیف است چنین جانور زنده بماند. حالی یک مقدار تند میره، میگه کسی نمیفهمه و میگه که نمیخوایم من بفهمم. ای دیگه با جانور تشبیه کرده که ما ایره در قرآن کریم هم داریم که بعضی وقت انسان از حیوانات هم کرده پستر میشه. و چیزی که ما را ای به این پستی و رزالت میبره نادانی ماست دوستای سنوزنی، و اینمی خودخواهی است که ما بگیم همه چیز میفهمیم و دیگر نمیخواییم بفهمیم. از اینجا بدبختی شروع میشه. دالی که شما دانشمندان از نازنین، پروفسورها، پوهاندار رو ببینین، هنوز اشتیاق برای یادگیری دارن، هنوز میل به یادگیری دارن، و این لذتی که در یادگیری که یافتن در هیچ چیز دیگه، در هیچ چیز دیگه نداشتن. دوست از نازنین، هموطنان گرامی، بیننده شیرین، دوست داشتنی، سپاسگزارتان هستم که برنامه رو میبینین. یک وقفه کوتاه میگیریم و تقریبا در خدمتتان هستم و قسمت پایانی بس خدا خدمتتون رو می‌کنم.